برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اساس اعلام وزارت کشور ایران، مشکل ارائه خدمات به اتباع خارجی بدون نیاز به دریافت هیچ کدی تا اوایل هفته آینده رفع خواهد شد. دارابی، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با اشاره به اینکه ساماندهی و ارائه خدمات به اتباع خارجی بر اساس قانون بر عهده وزارت کشور است گفت، وزارت کشور زمانی که از مشکل اتباع خارجی برای دسترسی به خدمات بانکی مطلع شد، بلافاصله پیگیری‌های خود را در زمینه آغاز کرد. محققان در سفر به اعماق دریا و آب‌های نزدیک به جزایر آلوتی آلاسکا، گونه نادری از یک ماهی شفاف خالدار را مشاهده کردند. همچنین تیم تحقیقاتی موفق شد عنکبوت دریایی بزرگ و نارنجی رنگ با پاهای بلند را رصد کند که هر دو از گونه‌های نادری هستند که تاکنون مشاهده شدند. روز گذشته برای دقایقی قرص کامل ماه روی گنبد حرم مطهر قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام افتاد. در این لحظه بسیاری از عاشقان اهل بیت علیهم السلام که در نزدیکی حرم قرار داشتند و متوجه این صحنه شگفت‌انگیز شدند، شروع کردند به عکس گرفتن و ثبت این لحظه و این تصویر بی‌نظیر. در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه 2 ایران در حال پخش بود، ماجرای عجیبی افشا شد. به گفته مجری برنامه و طبق دستورالعمل جدید یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک، ازدواج دو نفر همکار با هم ممنوع است. به گفته منابع خبری، تروریست‌های بازداشت‌شده دو برادر هستند که در زمینه جذب تروریست‌ها و تأسیس تشکیلات جدید برای سنی‌های تندروی داعش در کراچی فعالیت داشتند. این دو سنی تندرو توسط یکی از زیرشاخه‌های آژانس تحقیقات فدرال پاکستان به کمک نهادهای امنیتی در شهر کراچی، مرکز ایالت سند این کشور، بازداشت شدند. اداره مقررات استرالیا آپرا مجوز فعالیت اولین بانک اسلامی در این کشور را صادر کرد. بانک اسلامی استرالیا از سال 2023 میلادی خدمات بانکی مطابق با قوانین شهر را به تعداد کمی از مشتریان ارائه خواهد کرد.